در این باره بیشتر گفتگو می‌کنیم با شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری کانادا. آقای شهید سالس، خیلی همصدایی وجود داره در بین ناظران، در بین منتقدان و حتی حامیان دولت بایدن که سیاست‌های آمریکا در این دوره در منطقه جواب نداده و شکست خورده. حالا بایدن این فرصت رو داره که ورقی رو به نفع خودش شاید بچرخونه، فشارها رو از روی خودش برداره. چه خواهد بود این تصمیم؟ ببینید، تو این شرایط من فکر می‌کنم همه ما متفق القول هستیم که آقای بایدن حتما باید یه کاری بکنه و معتقدم هستیم که این کار رو خواهد کردش. منتها مسئله این هستش که واقعا بین گزینه‌هایی که وجود داره کدوم رو انتخاب خواهد کردش. برای اینکه هم الان از طرف کنگره خیلی زیر فشاره از هر دو حزب، همونجوری که در گزارش‌های قبلی دیدیم، و همین که آقای ترامپ هم هنوز هیچی نشده شروع کرده از این موضوع استفاده کردن و اگر واقعا بایدن عکس العملی نشون نده، انتخابات رو که باخته هیچی، فشار روی کنگره هم براش غیر قابل تحمل خواهد شدش. حالا باید ببینیم که این کاری که میکنه که هم بتونه آبروی خودش رو و موضوع انتخابات رو حفظ کنه، هم پرستیژ امریکا رو که الان خب همه دارن همین رو مطرح میکنن در امریکا حفظ بکنه، دست به چه کارهایی میزنی؟ باید توجه داشته باشیم تا اونجای اینا میتونن پیش برن، و برای همین هم میبینید که کار طول کشیده، هنوز دست به اقدامی نزدن. تا اونجایی میتونن پیش برن که کار به جنگ همه جانبه نکشه. آقای جان کربی دوباره امروز صراحتا همین، شاید مالی یه ساعت و نیم پیش ازش، گفته ما نمیخوایم با ایران وارد درگیری و جنگ بشیم. پس این اگر خط قرمزشون باشه، گزینه‌های دیگه‌ای که براشون میمونه اینه که نیروهای ایران رو در عراق و سوریه بزنن بدون اینکه به خاک ایران حمله کنن، چون اون حمله کردن به خاک ایران در هر حدی باشه، در هر مقیاسی باشه، به جنگ تبدیل میشه و کل منطقه رو هم ممکنه بگیره. بنابراین به نظر من مراکز سپاه قدس رو و مقر سپاه قدس در عراق، سوریه، هر جا که بدونن و سیستم‌های اطلاعاتیشون بهشون گفته باشن، اینها رو میزنن. نیروهای نیابتی رو به نظر من به شدت تو عراق و سوریه میزنن. یه مشکلی هم که اینا دارن مسئله حوثی ها هستش. اونجا واقعا الان مسئله نفت الان برای آقای بایدن بسیار بسیار حیاتیه. میدونی 8 میلیون بشکه نفت از اون گذرگاه عبور میکنه، از جنوب، از باب المندب، از شمال، از کانال سوئز، و مقدار زیادی البسه و کفش و کلاه از اونجا میادش برای آمریکا و اروپاش 50% برای اروپا هستش. اونجا خیلی حساسه و به نظر من اونجا شروع میکنن شدت عمل نشون. آقای شهید سالس، هم ایالات متحده هر کاری کرد که وارد جنگ نشه، وارد درگیری گسترده تر نشه، اما در عوض جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش هر بار یک قدم جلوتر اومدن. چقدر فکر میکنین این حملاتی که الان میگین به نیابتی ها احتمالا انجام بشه میتونه در آینده جلوی درگیری های بیشتر رو بگیره و جمهوری اسلامی و نیابتی هاش بیش از پیش نخوان تحریک بکنن و دوباره حملات اینچنینی انجام بدن؟ خانم سارمی، به نظر من نمیگیره. ما الان نمونهشو داریم در خود دریای سرخ میبینیم. این همه حمله کردن، گفتن مراکز موشکیشون رو زدیم و خل سلاح شدن، اون میبینیم که باز دو مرتبه کشتی نفتکش زدن. به نظر من این کار به این صورت خاتمه پیدا نمیکنه و نهایتا اگر از من میپرسیم، دو تا سیستم که با همدیگه تضاد آنتاگونیستی، تضاد آشتی ناپذیر داشته باشن. آقای خامنه‌ای گفته مذاکره هم نمی کنیم، تنش‌زدایی هم نمی کنیم، این درگیری ها رو هم می خواهیم ادامه بدیم. تنها راه حل اختلاف جنگه، یعنی نهایتاً ادامه این وضعیت، حالا اگر الان نباشه 4 سباهی دیگه، بالاخره وقتی مذاکره نمی کنن، تنش‌زدایی نمی کنن و به منافع همدیگه هم می خواهن ضربه بزنن، این به نظر من هیچ راه حل دیگه‌ای جز جنگ متاسفانه باقی نمیمونه و هزینه این جنگ رو هم مردم ایران متاسفانه باید بدن. سپاسگزارم از شما. شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری با ما بودند.